9 mu uzmete, ama çizgi sabah kurdu. Aha, ne mu uzmete? Peki, bahsedeyim mi bana? Ben bir gün Rabbi Hesed ve Emet. Emet ki? İyi, gider. Hakikat ki, kelime-i Emet, alef iş az evveli, mim az vesat işe, tav az ahar işe. Yani hemen şifat iki başı. Eğer iki ne başı, اول اشکن باشه میشه مت میشه مرده عرف اگه آخر اشکن باشه میگه ممکنه این اینه که بعد آدم بدنه که حقیقت چی من میفرماد یه ربی بود اکی هم که مرد من مگه مرم شما اشتر میخوان یه چیزی داشت بفروشه یه جنس برای فروش کرد؟ اون چیز کارش این بود و یه مشتری آمد بهش گفت اینه من میدی به 10 دلار جواب نداد که یه چی من میخوام جواب 10 دلار جواب نداد 15 دلار جواب نداد 20 دلار جواب نداد رفت رسید به 100 دلار رسید جواب نداد بعد از اینکه تمام کرد شما اسرائیل هم چیزی باشم گفت رفتی میخوایی نمیخوایی ما گفتم نه اما 10 دلار اولی که گفتی چون تو موقعی که 10 دلار من تصمیم گرفت که بدم به توی نمیتونستم بگم اون میگه که امت این امت دوبر امت بگو بابا دوبر بگو بابا تو دلش با حقیقت اون چی که فکر کرده مثل این امت اما به آدم بگم بیشتر دروغه من چون موقع راضی شدم که این رو بدم میدم من حقیقت چیزی که تو خواب برای داخلش رو خارجش همش یکیه اگه آدم از یه قسمتش درسته یه قسمتش دروغه خیاب احتیز میکنه و این هم از یه تحصیل موضوع تحصیل خیلی تحصیل داره به تربیت خانه بچه کلمه دروغ غیر ممکن تحصیل خوب بکنه به بچه هر چی باشه ما خیال میکنم که بخیر حرفی که میزنیم این تأثیر داره نه اگر حرف واقعا 100% خوبه تأثیر داره مولا میفرماد کسی که میلت شمایم داره حرفاش شنیده میشه اگر نشنیم هم حتی من داره یعنی اگر حرفی بهترین حرفایی هم که بزنه بوده اگر خودش واقعا اینطور حس نمیکنه دروغه دست روی نمی کنه یه دفعه را فروخت رو دادم به یه سالگی رو بخم رفته بود یه شهری به فعل برو خبکاریشون؟ فعل برو رفته بود یه شهری در مراکو که تا مردم شربت بکنه که پول بدن برای میکو بتردن اونجا عشره اونجا بودن این بازار کرد هیچکی پول ندارد شروع کرد گریه کرد تو چه عرب گریه میکنی؟ گفت چون که من یه دشمنی نیستم اگه حرف من تأثیر نکرده حتما تقصیر منه من یه دشمنی نیستم پس در این من گریه میکنم فقط این من گریه میکنم اگه گریه میکنم چرا اونه ندنم من مطمئنم اگر که حرف من از توی یه دشمنی میامد مردم تأثیر میکرد اگر تأثیر نکرده یعنی من درست نیستم من خوب درست نیستم این خیلی تأثیر داره چون حرفی که آدم میزنه چیزی که میگه این خارجی که میگه این لباسشه اصلش چیه این فکری که میکنه من میشه میگم چرا در شوفر که آدم شوفر میزنه بفرمان شوفر میرسه با درجه بالا چرا من جیغ میزنم نمیرسه با اون بالایی چرا شوفر از جیغ زدن آدم بهتره این به ایچی که استخانه حیوان چرا؟ وقتی که من صحبت میکنم از اینجا تا اینجا بیرون میام خیلی چیزا با این دخالت میکنم حوثای ما و همه ولی به حال که من شوفر میدنم یه همه تمیز هیچی نیست همون دل من با اون سرای که بیرون بیا یکی این میرسه بالا چون که این چیزه استخانه
اگر میخواد دیگری قبول کنه باید مطمئن باشه که این امت اگر دروغه دیگری قبول نمی کنه مخصوصا در باره بچه ها که آدم میخواه یه چیز به بچه هاش بگه نمیشه دروغ بگه فایده نداره ترسه نمی کنه فقط به بچه ها یاد میده که حرف پدر نشنون آزاد کنن که حرف پدر نشنون یواش 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 میره جلو ولی وقتی که پدر واقعا حقیقت میگه مجبور تأثیر بکنه حالا ببین چقدر باید کوشش بکنه که فیلکی میخونه میگه کل اشعه کراهو هم هشم صدای آدم میشنوه صدای کسی که خدا را به حقیقت میخونه کراهو به امت یعنی چه کراهو به امت حالا هم تو فیلک میخونه چه این دروغه چون که تفیلن به خانه به فکرش دیگه هست این دروغه این دروغه دهنش میگه ولی دلش نمیگه چه دیگه هست اینه بود بعد از تفیلن به من ربی بود به اشخاص میگفت شلوم علیکم شلوم علیکم تو تفیلن رفتی اونجا و برگشتی تا کجا رفتی و برگشتی چقدر آدم تو تفیلن این طرف اون طرف هم میره اینه که آدم باید عادت بده خودشا که حقیقت بگه درست بگه درست بگه راست بگه سخته سخته ولی عادت باید کرد بلکه بدانیم که این تأثیر نمی کنه غیر ممکن تأثیر بکنیم تا حتی خدا هم گوش نمی کنیم اگر اگر تو هشم هم می خانی به حقیقت به امت تفیلا اگر من هشم کل هشم ایک را او به امت نه اینجور که یک راو نه فقط یا نه به امت باید باید تو درست میگه میکرم همه آگه این هم خصلتی که ما میدانیم که ما چرا دروغ میگیم چون که ما قبشن نداریم راست بگیم یه دلاله هست که ما چون که قبشن نداریم ولی کسی که تمام دنیا دستشه حکارش با خوب دروغ میگه یا حقیقت میگه دیگه در برای هشم میگیم امت پس اونه از اون یاد بگیر بگو امت مقصود اینه که وقتی که آدم اینطور به مخصوصا این چه وقت میاد رب حسد و امت بعد از این گو کم دروز رب حسد یعنی چی؟ شه آدم هیچ وقت سیر نمیشه از حسد کرده مثل عیسی گفت من یه رب خیلی دارم بازم میخوام آدم ها که میرم یعنی میگه من درسته بیرم بیشتر میخوام بازم اگه من کل حسد این همه اینطور هم شد اینه که امت چیه؟ رب حسد این امته و اگه آدم حسد میکنه به منتظر چیز نیست پاداش پاداش نیست برعکس میدانه که هنوز کاملا نکرده بس این امته این امته اگر نه اگر میگه خب من کار خود ما کردم نه چیز کردم نه درست امت هرشه کمک کنه که بدنیم امت بگیم خود من امت باشیم این هم هست آدم به خودش هم از آخر دروغ میگه آدم وقتا حربه وقتا خیال میکنه که اینطوره من اینطور هستم ولی واقعا که حس کنه میگه اینطور نیست خودش اینطور نیست دروغ به خودش میگه خودش را گول میزنه خیلی وقت آدم خودش را گول میزنه خیلی هستن که خودش را گول میزنه من میدهنم من خوب هستم من رحمان هستم من عاقل هستم این خیلی خیلی دروغ هستم خودش را گول میزنه من این کار کردم اگر بدن آدم
بعد میتونی فهمه اگر این نفر میخواد خودش رای درست بیاره میگه نیستش ولی خب انجام بده کار درست خودش هم میگیره یکیتن با من سر کلا میذاره سرش که گناه نکنه گناه داره میکنه ولی کلا میذاره اونوز که دعاده از خوش بده یه مداره خود با کلا سرزن کش که فرق نمیکنه خیلی خاطر که میگه نگاه اگر ملت من ببینن من بعد اینا بکنین آدار من نمیدانیم مردم چی هستن من هیچ کسی هیچ کسی نمیدانیم چی باشه این به این هیچ ارتباطی نداره آدم که خصلتش اینه خصلتش اینه فرق میکنه این چیز موضوعی نیست این به این به هیچ ارتباطی نداره آدم ممکنه میتوتا بکنه اینجا کوشش میکنه ولی اون طرفش درست نکرده هنوز این چیز نیست عشان کمک کنه که بدن من گفتم قبلا که منو بگید رب حسد به امید چه ارتباطی داره اگر رب حسد میکنه خیال میکنه کردم دروغه و اگر بدن رب هنوز تمام نشده هنوز اون چیه که اگر مکرم امیده میگن حسد چه به امید میفهمه حقام این چه حسد چه به امید کسی که به مردا میمیره چیز میکنه خواهی میکنه مادر را خواهی میکنه انتظارشان داره میزنه که این مادر است انتظار داره و یه بعض جای کسی نمیکنن که مردم ببینن این دیگه دروغه که مردم به آن خوبه این چی به آن نمیبینی صدیقه هم بودن که هم میکنه این که هم دیگه دیگه یه فایده نداره آدم باید حسد امت بکنه که هیچ منتظر چیزی نباشه و اولین حسد که باید بکنه کجاست؟ با خانم خودش با خانم خودش و بچه خودش انتظار هیچ نداشته باشه من مسئولیت خود من میکنم هیچ انتظار به هیچی ندارم من باید آدم باشم حتی که مرم میفهمد حرام با میفهمد چیز خیلی عجیبیه مرم میفهمد من میدونیم یعقوب ابن چقدر صدیق بود 70 سال طلاق هست اونجا 14 سال خانه چیز بود خیلی یه حرام با میگه چرا یعقوب خدا بهش همون دنیا داد همین دنیا داد چون که برای بلوان خوب کار کرد میگه به خلق کاهی با تمام قوه برای لوان کار کرد توصیده داشته صد دفعه این عوضش کردی داشته بگه من مسئولیت من باید بکنم تمام شد داد و میگه اما به خاطر این هشم بهش داد نه چای دیگه اون چیزی که می‌تونی می‌فهمند حنوخ کسی بود که هاشم بود زنده بودش آسمان تا امروز اون چیزه اون رئیس میگم ملخم طرف نیم وزیر داخله داخل ما یه حقیقش باقوه به حنوخ میگن حقامیم حنوخ کفتوزی میکرد آخ در قبلا نوشته که حنوخ هر چیزی که تیپی را هر میدوخ چی میگن؟ بخیه که میزد بخیه میزد یهودی میکرد خیلی مهم قبل عرب دسته میفرماد چه یهودی هست مخ کردم کفشا میدوزه یه بزرگترین یهود اینه که ببین من یه میدوزم که قوی باشه محکم باشه کسی که اینه بپوشه از استفاده بکنه این بزرگترین امت یکی هست این بزرگتن حضر که از در دنیا من همیشه میگم به مردم میام پیش من میگم بخواهم بچه تربیت شلون باید تو باش پدر باش شوهر باش من شوهر فکر اینه بکن من شوهر هستم اون چیزه که مسئولیت گرفتم انجام میکنم بعد هم حفظه بکنم و اگه تو اون کاری که باید نمیکنی از چی میخوایی؟ تو پدر نیستی از بچه از چی میخوایی؟ تو ممکنه تو خانه پلیس باشی، راو باشی، راو باشی تو خانه، نه پدر نیستی، بچه پدر میخوان، راو مدرسه تو مدرسه داری، پدری تو پدری، یه نفع یه نفع آمد بشه من یه روشالایم، یه راوی، خیلی بزرگ، تشکلی، خانمشم این معلمه خیلی مهمه، تو یه روشالایم، آمد بشه من گفرم من خانیم هر شب جهنمه، بودم چرا؟ او یه پسری داریم هشت سالشه، نو سالشه باید که من میام خانه این بلند نمیشه پیش من خانم جیغ میزنه بهش میگم بلند شو بده
این درسش هم خوب نیست. معلومه هم من گفتم باید باید باهش بخونم. در شب میشینم باهش بخونم. این بازی میکنه. گوش نمیکنه. خانم دخالت میکنه. من هر شب جهنمه تو خانم. به بچه ما میده هر روز پایین میره و پایین میره. رفتیم پیش پسیخولوگ یا پیش چیزا هیچ فایده نکرد. چیکار بکنیم؟ گفتم بهش من چی که بگم بهت میکنی؟ و بخاطر این آمدم پیششون. و اولا وقتی اون میاد تو خانه تو از جلوش بلند بشو. چطور؟ گفتم بیم. اون هنوز حجاب میسواد نیست. تو حجاب هستی از پیش کسی که گناه نداره بلند بشو. پس این بچه گناه نداره. بهش یاد بده که از پیش کسی که گناه نداره بلند میشن. دوم این بچه از ساز پنج اونجا پنج درس میخونه. آمده خانه. خسته است. باش بازی کن. شوخی بکن. شیطانی بکنی به هم دیگه بپرسش بخوابه. تمام شد بر. گوه دستش چی میشه؟ گفتم ها تو میگی که دست نمیخوانه. ها یه ما دیگه هم درده هایتی که بکنم نمی چی میشه. چیزش گفت؟ شیف شدتان یا باش برقص و بجد و جد. تو با خانم و تو اینه ها بچه خسته بشه بره بخوابه. بعد اما بعد از یک ماه من گفت حرام خانم بهش شده. گفتن چی؟ گفت من اینطور میکنم. من از شب با هم بازی میکنیم و میرخصیم و خب دستش چطوره؟ خیلی خوبه. تو بایش میخوانی من نمیخوانم. چطور شد؟ چطور میگه؟ خیلی خوبه. خیلی معلومه رضی از سنزش. گفتن ببینیم. اول میرفت مدرسه صبحا کسی بود. مادرم مدرسه دوست نداره. پدر منم دوست نداره. میره مدرسه کسی بود. هیچی گوش نمیکنه. حالا این خوش حقه. پدر من دوست داره. این مدرسه این تو پدر باش به بچه احساس ده که پدر دوست داشته باشه خانه دوست داشته باشه نه که خانه این پلیس باشه منتظر میشه چه وقت 14 ساله بشه بل کنه بره هیچ حرفا گوش نکنه برای خانه گرد این به تو من بودی تو پدر هستی بعضی زنها آمدن پیش من میگم ببین چیکار میکنی؟ شوهر من صبحها نمیره دیر میره تو فیلا به تو چه مربوطه؟ تو رابش شدی؟ تو زنش هستی؟ تو که اون کاری که باید بکنی میکنی یا نه؟ این بدبختی از اینجا میاد خیال میکنی میسوه میکنی بدی میکنی بد میشه تو زنش هستی هر چه اون میگه بکن برای فکر اون باش تو کار خودت بکن این اون خدا با هم دیگه چه موضوع دیگر به تو من بودم تو این پست تو این نیست همین تو پدر باید پدر باشه مادر باید مادر باشه این حقیقته خودش حقیقت باشه نه خودش دروغ باشه اینا همه این موضوعی که ما میگیم این نیست این خیلی خیلی توی تمام زندگی آدم است و این مهمترین چیزی که آدم خدا از آدم میخواد تو باش میفهمن که آدم که میام به اون دنیا از این پرسن اسم چیه این چی؟ آیا تو زندگیت با این اسم این تو بودی یا نه؟ تو اون هستی یا نه؟ خب میگه فراموش میکنه اسم میشه چون که به هیچ وقت نبوده با خودش هیچ وقت نبوده با خودش با دیگرم بوده اینه که میفهمد به تیمی میگه افتر به هم که سر به زهر یعنی افتر به هم یعنی بوتاش هم سلاوون رو هست فیر به هم بوتاش هم افتر به هم افتر به هم افتر به هم منصورش ظاهرش بزارش بوتاست که سر به زهر محصر زهر آدم روزش هم کرده فیر به هم دهن دارن دو حرف نمیزن دهن دارن اینا دهن ندارن دهیم لهم دست ندارن ولی با چی میگه نه این برای آدم ها صحبت میکنم عصبه هم یعنی عصابش چی باعث میشه که عصبه میجنبه یا خوشحاله یا بده یا خوبه چی کسه به زهب پول یا معصر دادن فلان کسی این کار کرد فلان کسی این کار کرد عصبه هم یا اینجا
این تو آدم ها پیله هم ولی دبور نیچین چی نداره خودش نیست هم دیگر همه چی دیگر 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 این دروغه حقیقت خودت به خودت باشه این من نیکم من اینجا هستم من دادم باشم کمک کنیم واقعا بتوانیم امت باشیم امت باشیم امت فکر کنیم و بعد اینه که میفهمد چطور آدم ممکنه خوابش امت باشه کتاب هم میشته آدم فکرش امته خوابش هم امت میشه اگر فکرش دروغه یه چیزایی به خودی فکر میکنه بعد خوابش هم دروغه آدم خواب میبینه نسبت به درجه سطح فکرش این محشبوت هم امت حلامت هم میدونست هستم که ما کنی که بگن امت بشیم بعد مثلا بهش گفت که به من گفتی برم اونو چیز شکار کنم و آورم مادرش گفت بگو مادرش گفت بگو نبگو مجبوره بگو بگو حقیقت اینو چون اون من این تو خیال کردم چون که یا اتخاب خیال میکرد که ایساب خودش میخواب بهش بگو میگن من به خرافه به خودش نگم میخواب بهش بگو بفروخته نمیشه گاشم آره من به خرافه ببین این همه مجبور بود چون که مادرش مجبور کرد حساب دیگه است ما از هم نفع نکردیم ما در کردیم تمام دنیا تمام در سرشتو میخواده که پول داشته بود ما اومدن چون که ما چیز کردیم یا مثلا خود ابراهام که میگه زن من خواهرمه اونم دروغ نبود خانه خواهرش بود پسر میگه یه حسابی هست که این خواهرش بود گفت بچی دختر فلان کرد که میگه خواهر من به من میگه که این هم چیز هست یه چیز هست ببینید گوی که به زنش میگه برو طلاق دیگه بلکه اون گفت مثل خواهر من یعنی زن من نیست دیگه چیز نداره شدیش نیست اون وقت حسابه زیاد بگه ولی اون یه جای دیگه میگه بعدم به علی ملخ میگه چرا گفته هست دختر فلان کس بود به شوه خانم هست اجازه هست آدم برای یه نفر که مثلا احساسش ممکنه بهش بر بخوره یه رابا.